همچنین خانم رجوی مجددا خواهان بازدید هیات های ملل متحد و سازمان های بین مدافع حقوق بشر از زندان های رژیم و دیدار آنها با 110 ده نفری شد که سردشخیم اطلاعات آخوندها در آذربایجان شرقی میگوید طی سال گذشته 60 نفر از آنها را زندانی و پنجاه تن دیگر را ارشاد و توجیه کرده است. رژیم باید اسامی و مشخصات همه آنها را اعلام کند و به حقوق آنها طبق اعلامی جهانی حقوق بشر و کنوانسیان های بین المللی گردن بگذارد. مقاومت ایران به دنبال آمار و ارقامی که وزیر اطلاعات رژیم در سیوم فروردین مبنی بر دستگیری 116 تیم مجاهدین ارائه داد خاطر نشان کرد که آمار و ارقام دستگیری های سال 97 بسا بیشتر از آماری است که رئیس مافیای ترور و آدمکشی ملایان به آن اعتراف می کند. وی به عمد از دستگیری های دیگر ارگان های سرکوبگر مانند سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و دادستانی سخنی به میان نیاورده است. در, در همین رابطه دبیرخانه شورای ملی مقاومت در سوم اردی بهشت اسامی 28 زندانی سیاسی دستگیر شده در استانهای مختلف را منتشر کرد. این اسامی و صدها اسم دیگر قبلا با مراجع بین‌المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر در میان گذاشته شده است. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران روز سیوم فروردین 1398 خواستار اقدام فوری دبیر کل ملل متحد کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر برای آزادی این دستگیر شدگان و تعیین هیئت‌هایی برای بازدید از زندان‌های رژیم و دیدار با زندانیان سیاسی شد.